آقای محمود صباحی کارمند یک شرکت خصوصیه که با ثبت نام ماشین شخصیش در سامانه تاکسی اینترنتی مسافرکشی هم میکنه. اون به تازگی دختر نوجوان 16 ساله‌ای رو به عنوان مسافر سوار کرده و حالا با شکایت مادر اون دختر نوجوان روبرو شده. خانم مرادیان مدعیه آقای صباحی دخترش سیما مرادیان رو از مسیر غیر متعارف به مقصد رسونده و در طول مسیر اونو مورد آزار قرار داده، اما آقای صباحی این ادعا رو نمیپذیره و میگه فقط با سیما درباره زندگی روزمرهش حرف زده. قیام کنی. سلام. خوبه؟ خب، سرکار خانم، خودتون معرفی کنی؟ رها مرادیان. شما مادر خانم سیما مرادیان هستی، درسته؟ بله، مادر ایشون. شکایت کردی از آقای محمود صباحی به اتهام کودک آزاری از طریق آزار جنسی غیر تماسی. بله. یه توضیحی بدید راجع به شکایتتون؟ آقای قاضی، دختر من سیما میخواست بره تولد دوستش. منم هم مثل همیشه که جایی میره براش تاکسی میگیرم. این دفعه هم تاکسی. چند سالشه دختر شما خانم؟ 16 سالشه. خب میدونین که نمیتونه سوار تاکسی اینترنتی بشه، کمتر از 18 سال اجازه نداره دیگه. به خاطر این گرفتم براش. خب ادامه بدین، بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد این آقا تو مسیر سر صحبتو با دختر من باز میکنه. دختر منو از مسیر عجیب غریبی میبره که دختر من میترسه. دختر من از ترس فقط گریه میکرده. اینا رو کی بهتون گفته؟ خود دخترم برام تعریف کرده. خب بعد چطور؟ وقتی خونه دوستش میرسه انقدر گریه کرده بوده که گریهش بند نمیاد. خانواده دوستش نگران میشن، میگن چی شده. بعد معلوم میشه این آقا تو مسیر حرفای نامربوط به دختر من زده، ترسوندتش. بسیار عالی خانم، خیلی ممنونم. یه لطفی بکنین، شما بفرمایین بشینین، خود خانم مرادیان تشریف بیارن توی جایگاه. سلام بابا، خوبی؟ بله. حتما ادامه بدیم؟ بفرمایید. خیلی خوب. بسم الله.
الان شما متهم شدی به کودک آزاری از طریق آزار جنسی غیر تماسی، یعنی با حرفات ایشون آزار دادی. یعنی حرف زدن جرم آجام؟ خیلی موقع میتونه جرم باشه برادر. طبق قانون هر موقع شما با هر فرد زیر 18 سال جوری صحبت بکنی که آزار ببینه میتونه ازت شکایت بکنه. متوجه شدین؟ بله. میشناسی شما ایشونو؟ بله آجا باید. خانم مسافر من بودن. مسافر دائمت بود؟ نه همون یه بار آجا باید ایشون مسافر من بودن. منم انجام وظیفه کردم ایشونو رسوندم به مقصد. شغل شما چیه؟ من کارمندم. شرکتی هم. در واقع شرکتی هم. درآمد ثابت داری پس؟ بله شکر خدا بود. خب پس چرا تاکسی اینترنتی کار میکنی؟ به هر حال آجا اونم یه کمک خرجه دیگه. من واقعیت اینه من مدتی از همسرم جدا شدم. دارم مهریهشو پرداخت میکنم. چرا جدا شدی از همسرت؟ یه تفاهم نداشت. ایشون درخواست داد یا شما؟ ایشون درخواست. شما همه مسافرایی که یه دفعه سوار ماشینت میشن همینقدر خوب یادت میاد؟ نه حاج آقا چرا من یه بار سوار کنم یادم باشه؟ این خانم یه کاری کرده من دیگه تا آخر عمرم فراموششون نمیکنم. خوب کاری کردم. خوب کاری کردم کشوندم تو رو اینجا. میخواستی اون بیرون بمونی همون کارایی که کردی رو ادامه بدی بهش؟ خانم مرادیان اجازه بده. چیکار کردی بود؟ حاج آقا آبروی منو همه جا برده. آبروی منو تو محیط کارم برده. آخه آبرو تو آبرو داری مگه؟ آقا کدوم آبرو آقای قاضی؟ چی میگه این آقا؟ تو محیط زندگی ما جا آبرومو برده. همه جا آبروی منو برده این خانم. ایشون تو اظهاراتش گفته سوار ماشین شما شده. سر صحبت باش باز کردی. چرا؟ حاج آقا من تو ماشینم هر آدمی که میشینه، هر مسافری که میشینه، حوصله‌ام سر میره در طی روز. باهاش حرف میزنم. این خانم مثل دختر من. یعنی آقای قاضی این حرفا رو با همه میزنه؟ با روح و روان چند نفر بازی کردی یعنی تو؟ خانم مرادیان، خانم مرادیان اجازه بده دیگه. چند سالتون مگه شما؟ 35 سالم. خیلی خوب. ببین بابا جان. الان بذار من بگم. بحث این که شما سر صحبت با ایشون باز کردی یا نه یه طرف. یه طرف دیگه اینه که شما ایشونو از مسیری غیر از مسیر عرف به مقصدش رسوندی. بعد در طول راه ازش اطلاعات شخصی گرفتی. چرا؟ حاج آقا به خدا قسم به این نون حلالی که من دارم میبرم سر سفرم اصلا اینجوری نیست. من حاج آقا اگه بخوام به این خانوم یا هر خانوم دیگه ای بد نگاه بکنم انگار به ناموس خودم دارم بد نگاه میکنم. حاج آقا شما برید توی محل کار من، برید توی محیط زندگی من، از هر کی دلتون میخواد بپرسید. ببین یک نفر راجع به من بر علیه من حرف میزنه. پرسیدیم؟ چی گفتن حاج آقا؟ میگم بهت میگم. روزی چند تا مسیر میری؟ من یه مسیر صبح میرم تا محل کارم. معمولا مسافر میگیرم اگه مسافر باشه. برگشتم 3 تا 4 تا مسیر. مسافرها رو هم خودت انتخاب میکنی؟ بله اپلیکیشنی که نصب رو گوشی من نگاه میکنم، مسیرشون رو نگاه میکنم، کرایه‌اش رو نگاه میکنم، اگه به صرفه انتخاب میکنم. اکثر اینم که خانومان دیگه. نه حاج آقا چرا خانم؟ نه ببین شما یه چیز رو دقت نمیکنی برادر من. شما وقتی درخواست سفر بهت میدن قبول میکنی بعد لغوش میکنی توی اطلاعات تاکسی اینترنتی ثبت میشه. بله. شما تو مدتی که توی تاکسی اینترنتی فعالیت داشتی بارها و بارها لغو سفر کردی. چرا؟ حاج آقا بعد از اینکه شما تایید میزنی یعنی مسافر رو تایید میکنی باهاش صحبت میکنی میبینی مسیرش کوچه پس کوچه است یه جایی که نمیصرفه لغو سفر میکنی. خب چرا این لغو سفر همه آقا بودن؟ چرا خانم نبودن؟ دیگه شانس من اینجوری بوده حاج آقا. بابتشون جریمه هم پرداخت کردی. بله جریمه پرداخت کردم. چیکار کنم آقا نمیصرفید مجبور شدم. الان نماینده تاکسی اینترنتی اینجا هست. لطف کنین تشریف بیارین توی جایگاه. سلام جناب قاضی. بنده محمد معدنی هستم نماینده شرکت تاکسی رانی. بسیار خوب بفرمایید لطفا. جناب قاضی شکایت های متعددی از آقای صباحی در سامانه شرکت ما ثبت شده. خب که من این شکایت ها رو قبل از شروع دادگاه به منشیتون ارائه دادم. بله دیدم توی پرونده. آقای قاضی ما آقای صباحی رو سلب امتیاز کردیم و حساب کاربریشون رو مسدود کردیم. دلیلش چی بوده؟ تخلف هایی که در طی دوره کاریشون داشتن. تخلف ها چی بوده؟
یک سری از حالا بی احترامی ها، صحبت های بی مورد، عدم حرکت در مسیر تعیین شده. خب تمامی اینها باعث شد که در نظرسنجی های شرکت ما پایین ترین عدد رو بیاره و ما مجبور شدیم برای حفظ آبروی شرکت و امنیت مسافرامون همچین شخصی رو از سیستممون حذف کنیم. حرف دیگه هست؟ خیر. مرسی. بفرمایید. جعفر اون اطلاعات سفر این آقا رو بنداز روی صفحه تلویزیون. ببین بابا جون، 29 مورد از 35 تا سفر اخیرت خانوم بودن. چرا؟ خانوم بودن حاج آقا، شکایت که نداشتن. اتفاقا شکایت هم داشتن. نگاه کن صفحه تلویزیون رو عوض کن جعفر، متن شکایت رو بیار. من بخونم برات یا خودت میخونی؟ ببین راننده کل مسیر با پرحرفی قصد آزار اذیت داشت. این آقا اینو که حالا اصلا نمیشه خوند. راننده خیلی بد صحبت میکنه، لطفاً رسیدگی کنید. کل مسیرشون حرفایی زد که من از خجالت زودتر پیاده شدم. بعد همه هم بده امتیاز پایین دادن. تنها کسایی که بده امتیاز بالا دادن آقایون بودن که اونم احتمالاً در حین سفر از خلاقیتت استفاده نمی‌کردی. خانوما حاج آقا شاکیان، همیشه شاکیان. یکی سوار میشه به من میگه تو زیاد حرف میزنی، یکی میخواد صد بار تو مسیر توقف کنه، یکی به من میگه تو داری مسیر رو اشتباه. آقا شما آدم باش، چرا خانوما بعد از دست شما فقط شاکی باشن؟ چرا فقط خانوما باید شاکی باشن؟ خانم مرادیان، خانم مرادیان اجازه بده دیگه دخترم. آقا اجازه بده بریم جلو. کلا خب. دردسر خانوما دردسر. خب شما که عاشق دردسر. چرا آقا من عاشق دردسرم؟ حسین که بابا جان 29 مورد از 35 تا سفرت خانم بودن. من میگم اگر دردسره خانوما رو لغو سفر میکردی. چرا آقایون؟ بله دیگه من پشت دستم آقا جان دیگه داغ کردم. دیگه مسافر خانم سوار نمیکنم. خب دیر شده دیگه. این کارو باید قبلا فکرشو میکردی نه الان. اون روزی خانم سوار کردی، سر صحبت رو باش باز کردی، چی گفتی؟ هیچ جا از زندگی حرف زدم. از چی؟ از زندگی حرف زدم. تا زندگی رو چی ببینیم؟ خب، ادامه بده، بعد چی شد؟ بعد چی شد آجا؟ بعدش رسیدیم به مقصد دیگه. مسیر ما آجا انقدر کوتاه بود، چه اتفاقی مقصد؟ مسیر کجا بود؟ کوتاه بود، خانم ازش چه خوب به... آقای قاضی داره بهتون دروغ میگه، به خدا آقای قاضی. مسیر کجا بود بابا بگو؟ مسیر کجا بود؟ میدان المپیک. خب بعد چی شد؟ آقا ما خونه دوستم یعنی میدان المپیکه، ما همیشه وقتی با ماشین میریم 7-8 دقیقه بیشتر تو راه نیستیم، ولی این آقا یه جوری مسیر رو اشتباه رفت که ما 20 دقیقه طول کشید که به مسیر برسیم. درست میگه؟ بله آقا اشتباه رفتم. از قصد اشتباه رفت آقای قاضی. به خدا از قصد اشتباه. قبل میدون المپیک یه پلو اشتباه رفتم تا بیام برگردم به مسیر طول کشید. چون مگه طبق مسیری که مسیری ها بهت پیشنهاد میکنه نمیری؟ عرض کردم یه کنارگذر آج آقا من باید میرفتم، اشتباهی رو پل رفتم. بعد برای اینکه برگردم به مسیر سابق مجبور شدم تا دریچه چیتگر رفتم برگشتم. آقای قاضی این آقا رو نگاه نکنید داره مظلوم نمایی میکنه. خانم اجازه بده. اگه خواهر خودش بود، دختر خودش هم بود، همچی اتفاقی برای خودش میافتاد با دخترش چیکار میکرد؟ اجازه بدید من به شما میگم. اجازه بدید. خوبی الان؟ نه خیر آقای قاضی. حال من خوب نیست. تا این آقا مجازات نشه حال من خوب نمیشه. خب اجازه بده، الان ایشون هنوز مشخص نیستش. معلوم نیست با چند نفر مثلا. خیلی خوب اجازه بده. بقیه داستان رو تعریف کن برای من. آقای قاضی من همون روز به ایشون گفتم، گفتم لطفاً لطف کنین، خواهش میکنم از روی نقشه بریم، اگه شما نقشه ندارین. گفتن که دختر جون تو نمیخواد به من آدرس یاد بدی و من اینجا زندگی کردم و شروع کرد به سوال پرسیدن. حاج آقا نمیدونم چند سالته، اصلا کجا داری میری، چرا داری میری. آقای قاضی عکس خانومش رو به من نشون. حاج آقا این خانوم خودش مشکل داره. همو اول این خانم اومد سوار شه. حاج آقا من بهش گفتم برو عقب بشون. حاج آقا خودش اومده جلو نشسته. آقای قاضی من از کجا میدونستم که این قراره با من این کارو کنه؟ آقای قاضی به خدا من نمیدونستم این چه جور آدمیه. آقای صباحی طبق قانون و
برادر من، شما اجازه نداری افراد زیر 18 سال سوار ماشینت بکنی. بله. اینو میدونی یا نمیدونی؟ بله میدونم. بهت هم که توضیح دادن دیگه. حاج آقا مادرشون درخواست تاکسی کرده. مادرش درخواست داده بود، میگفتی من نمیتونم سوارش بکنم. مگه قانونی نیست که شما سوار نکنی؟ حاج آقا کی تو این شهر این کارو میکنه؟ من چیکار دارم که این کارو میکنه؟ شما باید قانون رو رعایت کنی. مادرشون چرا قانون رو رعایت نکرده؟ چرا درخواست تاکسی کرده؟ الان پرونده شما رو میز منه، نه پرونده مادر ایشون. شما به ایشون اطلاع داده بودید که نمیتونه این کارو بکنه؟ تمامی قوانین ایشون امضا کرده و خونده. خدا پدرتو بیاموزه. تمامی اسناد و مدارک تخلف ایشون هم در پروندهش هست جناب قاضی. خیلی خوب. پس چی میگی؟ قانونو میدونستی دیگه، چرا این کارو کردی؟ عرض کردم آقا مادرشون درخواست تاکسی کرده. باز میگه مادرشون درخواست تاکسی کرده. آقا قاضی مادر من از کجا میدونستی؟ مادرشون احساس مسئولیت نکرده. شما میگی من احساس مسئولیت باید بکنم، نباید سوارش بکنم. سفر رو نگاه کن، اون خط زرد رو میبینی؟ بله. اونجا مسیر شروع حرکت شماست، 8:45 حرکت کردی، درسته؟ بله آجان. از اونجایی که خط بنفش رو داری میبینی، شما مسیر رو اشتباه رفتی، درسته یا نه؟ بله. مسیریاب، اون خط بنفش مسیری که مسیریاب بهت پیشنهاد داده، یعنی اصلاح مسیر رو بهت پیشنهاد کرده، اما توجه نکردی، ادامه دادی، برای خودت رفتی. از اونجایی که خط قرمز میشه، شما اصلا از بیراهه دیگه رفتی، دیگه اصلا توجهی نکردی. این یه مطلب. مطلب دوم، زمان تقریبی رسیدن شما در شروع سفر چقدر بوده؟ 6 دقیقه. از اونجایی که مسیریاب مسیر اصلاحی بهت پیشنهاد کرده، باز اگر طبق اون مسیر میرفتی 8 دقیقه میرسیدی. چقدر مسافر رو رسوندی؟ 10 دقیقه. 16 دقیقه آقای صباحی، 16 دقیقه. حاج آقا من خودم دارم 30 سال تو این محل زندگی میکنم. واقعیتش اینه مسیریاب نصبه که فقط جای دوربین و پلیس و سرعتگیر و اینا رو بگه. خیلی جا من کاری ندارم با مسیریاب، راه خودم میرم. بعد شما توقف هم داشتی تو مسیر؟ یادم نمیاد آجا. خوب فکر کن ببین توقف داشتی یا نداشتی. معمولا توقف نمیکنم آجا. نه توقف داشتی یا نداشتی، جواب منو بده. چی؟ نه نداشتم. روی نقشه رو نگاه کن، اون دو تا نقطه‌ای که داری میبینی. بله توقف. آه الان یادت اومد. بله. چرا توقف داشتی؟ آدرس رو پرسیدم. مگه نمیگی 30 سال تو این محل داری زندگی میکنی؟ آدرس برای چی پرسیدی؟ پرسیدم آجا، پرسیدن که عیب نیست، ندانستن عیب. آقای قاضی داره بهتون دروغ میگه. به خدا یه بارم وایساد واسه من آب میوه خرید که من آب میوه. حاج آقا این خانم ترسیده بود، من وایسادم براش آب میوه گرفتم. برای چی ترسیده بود؟ مگه چیکار کرده بودی که ترسیده بود؟ یعنی چی چیکار؟ حاج آقا شما دارین دنبال این میگردین داستان پیدا کنین. داستان من دنبال تو دارم میگردم. حاج آقا دنبال داستان نمیگردم. بودی خانم ترسید. حاج آقا من از اول میدونستم از کجا باید برم، آدرس پرسیدم بخاطر اینکه خیالش راحت بشه. حاج آقا، حاج آقا من هر کاری کردم اشتباه بوده، نباید این خانم رو سوار میکردم، نباید باش صحبت میکردم. حاج آقا ولی خدا شاهده من هیچ مزاحمتی برای این خانم ایجاد نکردم. حاج آقا من امروز نه در حضور شما نه فردای قیامت ذره ای از کارم پشیمون نیستم. خانم مرادیان شما گفتی در حین مسیرشون از شما یه سری سوال پرسیده، درسته؟ بله. چی بوده سوالا؟ سوال پرسید که چند سالته؟ اونجایی که میری پسرم هست؟ با کسی دوست هستی؟ سوالی بوده که ایشون از شما پرسیده باشه الان نتونی تو دادگاه مطرح کنی؟ بله. خب میشه این لطف کنی؟ من نوشتم. آن دادی اجازه بده. حاج آقا من چیزی که اونجا نوشته من نپرسیدم. من هیچ سوال غیر عرفی از این خانم نپرسیدم. مگه میدونی اینجا چی نوشته؟ نه نمیدونم، ولی میدونم که خودم چی گفتم حاج آقا. شما از همه مسافرها این سوالا رو میپرسی؟ چه سوالی پرسیدم؟ شما ورزش میکنی؟ متأهلی یا مجردی؟ کجا مهمونی داری میری؟
مهمونی هم دختر هست هم پسر هست. آه؟ نامزد داری یا نداری؟ بعد یه سوال جالبه، یه سوال واحد و از 29 نفر پرسیدی مشترکن. خدا بیامرزه بابامو، میگو بزاد یه نفر زد تو گوشه تو هم بزن تو گوشش، نفر دوم هم زد بازم بزن تو گوشش، نفر سوم زد برو تو آینه نگاه به خودت بنداز. شما از 29 نفر مشترکن پرسیدی با من رفاقت میکنی، همه هم بهت گفتن نه. خب چرا ادامه میدی؟ ایشون شکایت کرده از شما به اتهام سرقت از منزلش. بله آقای قاضی میدونم ولی قبول ندارم. این خانم به همراه برادرش سارقه. من مثلا امضا میکنم اگر تونستن ثابت کنن من دو برابر وسایلشو هم براش میخرم. میتونم اصلا قبول بکنم ایشون مادر فرزندان من در آینده. آخه شما اصلا معنای زندگی مشترک رو نمیدونی آقا، بچه برسه به بچه. تمام اموال شخصی منو به سرقت بردن، بار خاور کردن، یه قلو اصلا شما موش. اجازه نداری با من اینطوری صحبت کنی آقا. چی داری میگی آخه؟ میفهمی چی داره دهن در میاد؟ خیلی بیچشم روی شما نشداد کو برو بیرون. قربان خب شما باید من حق بدین این آقا. یه لحظه دارم حرف میزنم. من چرا باید به تو حق بدم که تو دادگاه من بدون اجازه حرف بزنی؟ چیکار کنم با آقای صباحی؟ آج آقا چیکار کنم؟ مال من از اول که اومدم شما انگار تصمیمتو گرفتی دیگه. من چی بگم؟ حاج آقا ولی خدا شاهد من هیچ مزاحمتی برای این خانم ایجاد نکردم. پیش خدای خودم رو سفیدم. پیش کی رو سفیدی؟ پیش خدای خودم رو سفیدم. تو پیش بنده خدا رو سیاهی، پیش خدا پیشکشت. من شما رو معرفی میکنم پزشکی قانونی، با یه روانکاو صحبت کنی تا در مورد سلامت روانت نظر بده. آجا منو معرفی میکنین پزشک؟ نه منو معرفی میکنم. آجا بعدش من چجوری کار کنم؟ کار نیازی نیست بکنی. شما فعلا با توجه به مستندات پرونده، نظرسنجی تاکسی اینترنتی و اتهامات علیهت هست، از هر گونه فعالیت تو تاکسی اینترنتی، آژانس‌های مسافرتی یا هر گونه وسیله حمل و نقل محرومی تا تکلیف پروندهت معلوم بشه. آجا محرومی؟ من دارم خرج زندگیمو پیش میبرم با این کار. به هر حال باید مراعات میکردی دیگه، خطا کردی. از اول دادگاه آجا من اومدم این خانم مادرش هر چی شما با صحبتات بابا جان با کلامت مردم رو آزار دادی. یه نمونهش ایشونه. یعنی هاجا الان من فقط حرف زدم، حرف من فقط جرمه؟ اون حرفایی که شما زدی بله جرمه. جوابتو گرفتی؟ یا منم جوابتو بهت بدم؟ کفیل داری یا نداری؟ کفیل چی آجا؟ کفیل چیه؟ کفیل فردیه که میاد اینجا برای شما سند یا فیش حقوقی میذاره که شما زندان نری. بله دارم. داری؟ بله باید زنگ بزنم. دارم. نه زنگ بزنی که الان کفیل داری یا نداری؟ الان که آجا من از تو آستینم که نمیتونم کفیل، باید زنگ بزنم. پس فعلا مهمون ما هستی دیگه. آقای آسترکی یعنی چی آجا مهمون ما هستی؟ یعنی چی؟ من اینو ترجمه کنم برات. مهمون ما هستی دیگه. برگشتم آجا. آجا باید کفیل من میتونم زنگ بزنم عمل بکنم آجا. آجا شما اصلا به حرف من کلا گوش نمی لچ کردین آجا شما با من. به اندازه کافی به حرفات گوش دادم. خانم مرادیان دخترت 16 سالشه. خود قانون هم داره میگه این کارو نباید بکنی. کمتر از 18 سال نباید سوار تاکسی اینترنتی بکنی. من خواهش میکنم رعایت کنیم. بله. بفرمایید. ممنون.